سلام دوستان گلم امروز اومدم درس بدم میدونم چند وقت درس رو آب نکردم ازتون معذرت میخوام ولی به زودی زود امتحانم دیگه تموم میشه این ترم یه 15 روز وقت دارم یعنی که تا 8 روز دیگه بعد از این تاریخی که این ویدیو آپ میشه امتحان من تمام میشه بعدش یه تایم 15 روزه دارم که میتونم چند تا ویدیو درست کنم اگه دوباره مشکلات نیاد جلو ولی خب سعی میکنم حتما درست کنم ولی دیشب یه کامنت خیلی جالب گرفتم تیمار استاد البته مذارت میخوام من نمیدونم که خانم هستید یا آقا چون اسمشو واقعا مذارت میخوام نمیدونم که آقا هستید یا خانم ولی بیشتر اسم خانمانه میاد ولی خب تیما جان تیما جان به من گفتن که با سلام اول از همه میخواستم تشکر کنم به خاطر آموزش, خی... آموزش زبان خیلی به خاطر آموزش زبان خیلی متشکرم خب منم از شما ممنونم دستتون درد نکنه همیشه کامنت های خوب از همه میگیرم راستش سوال من مربوط به درس نیست و همیشه دنبال کسی مثل شما میگشم که در اسپانیا زندگی میکنه و میتونه این سوال منو جواب بده سوال من اینه که همیشه دنبال جواب این سوال بودم که آیا اسپانیایی ها با ایرانیان خوبن رفتار خوبی دارن آیا مثل آلمان نجات پرست هستن من خودم عاشق اسپانیایی ها هستم خب تا اینجا بذار پس اگه آنالیزش کنم شما دارید تو آلمان زندگی میکنید بله من شنیدم که آلمانیا خیلی نجات پرست هستن خیلی هم البته من خواهم دو ماه توی دانمارک زندگی کردم و واقعا اصلا نمیتونم با اسپانیا مقایسش کنم الان بقیر توضیح میدم که ببینید چه جوری من خودم عاشق اسپانیا هستم دوست دارم که اونها هم اما قبل با من مهربان و خونگرم باشن من خودم از جیجا شنیده بودم که اسپانیایی ها بسیار مردمانی شاد و خونگرم هستن و هیچ وقت در اسپانیا احساس غربت نمی کنی آیا این واقعا حقیقت داره من خیلی دوست دارم نظر شما در این مورد بدونم چون من میخوام به اسپانیا برم و اگه اینکه سرد باشن و اینا اونا خب دوست ندارم میخوام ببینم چه رفتاری باش خواهند داشت خب من پنج سال دارم تو اسپانیا زندگی میکنم از موقع وارد شدم واقعا با هر کسی که در ارتباط قرار گرفتم اما از ارگان که میریم برای اینکه کارهای کاغذی رو انجام بدن یا جایی که میرید زبان یاد بگیرید خیلی, خیلی 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 خوب آدم ها رو دریافت میکنن خارجی ها رو خیلی خوب دریافت میکنن حتی اینجا خیلی از خارجی های هستن که مثلا آفریقایی هستن که خیلی خوب همه رو دریافت میکنن اصلا کاری ندارن که رنگ پوست چه مدلی اینا اونا ولی با ایرانی ها مخصوصا با ایرانی خیلی خوب ترن من میتونم اینطوری بهتون بگم چون خارجی که ایران ببخشید توی اسپانیا وجود دارن اکثران یا مال رومانی هستن یا مال آفریقا هستن یا مال کشورهای دوروبر هستن مثلا کمتر به تورشون میخورده ایرانی باشن یا مثلا آمریکایی باشن آلمانی باشن اینطوری از راهای دور باشن با, با ایرانیا خیلی خوبن یعنی که با من که تجربه من خانوم تو اسپانیا این بود که هم خانوماشون هم آقایونشون با من خیلی خوب رفتار کردن ولی بستگی داره شما چه جنسیتی هم داشته باشید چون اگه شما یه خانم باشی معمولا خانما باشون خیلی خوب رفتار میشه ولی اگه آقای آقا هستید به نظر من خب یکم در رابطه با خانما باید مواظب باشید چون من اینجا خودم هستم یه چیزایی میبینم میبینم که خود اسپانیایی یا اسپانیایی با مردای اسپانیایی زیاد سر قضیه ازدواج و بچه و اینجور چیزا مشکلاتی هست یعنی که باید با چشم باز اینو رفت جلو ولی واقعا از نظر معاشرت از نظر دریافت از نظر اینکه اه... یه جورای شبیه خود همین ایرانی ها خودمون هستن همینطور که مثلا بعضی هستن دیدید حالا نمیخوام بگم ما ایرانی ها خیلی اه... چی میگن فضولیم یا اینکه اه... ولی همین جوری مثلا یه اتفاقی میافته هم میگن چی شد چی شد چی نشد سر میدونم میرن ببینن چه خبره چه خبر نیست خیلی خوش خوراکن خیلی اهل بیرون رفتنن یه اسپانیایی حتما باید بیرونشو بره حتما باید بره اه... لب دریاشو بره خیلی اهل ریخت و پاش و بیرون و اهل جشن و اهل شادی و خوشحالی و رقص و اینجور چیزا هستن خیلی 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 زیاد من اینقدر که دیدم کمتر اهل درسن خب چون من توی محیط که هستم محیط های درس خوندن اینا و اونا هستش ولی خب همه دوستان یه جور از در همون درس خوندنم هم فرار کنم برن سراغ جشناشون و اینا و اونا بعد از نظر غذا خوردنشون کم کم بعد از یک سال یه سال و نیم عادت میکنید به نوع غذا خوردن اینجا واقعا من که از غذای که طرف دارش هستم پیا هست که خیلی خوشمزه است نه اون موقع که من, من تو ایران که بودم عاشق لوبیا با گوش بودم حالا اومدم اینجا عاشق پیا شدم یعنی اصلا نمیشه دیگه دوست دارم فقط اینو بخورم و بل... ولی خدایش چی جای قرمه سبزی ایران نمیگیره از طرف دیگه باید خب آب و هواش خیلی شبیه ایرانه به نظر من یعنی ما که تو ایران تو تهران زندگی کردیم حالا یا هر دیگه میتونیم خودمون رو وفق بدیم حتی مثلا جنوبی های ایران اگه برن جنوب اسپانیا زندگی کنن خیلی بهشون خوش میگذارد چون تقریبا آب و هوا یکیه بعد خوبن مثل آلمانی ها من آلمان نبودم من دانمارک بودم و میتونم بهتون بگم که دامارک ها خیلی آدم ها خوشگه من یادم یه روز رفته بودم یه خانم دیدم از بالا خون... از طبقه سوم دیدم خانم دیدم از خانم سمبالای بود داشت به زور رو با خودش می خرید کرده بود داشت میبرد رفتم بهش کمکم حتی با من دعوا کرد یعنی در این حد این نمیخواست نه. نه من اینجوری دریافت کردم که نه خارجی دوست داره ببینه یا مثلا آدمای خوشگی هستن نمیدونم اونجا کسی با من حرف نزد زیاد ولی اسپانیا که میایی چرا هوا تو دارن خبرت میکنن با اولی توشون باشی نه با خود ازشون فاصله بگیری باید بری توشون باشون بگی بخندی اونا نمیان جلو واسه حرف زدن تو خودت باید بری جلو و همینا دیگه چیزی که به نظرم نمیرسه امیدوارم که اگه میخواید بیاد اسپانیا بهتون خوش بگذره من فکر میکنم کشور واقعا جالبیه تو کشور اروپایی بهترین کشور از نظر زندگی ولی از نظر پول رو بردن اینجا اگه کار خوبی داشته باشید خوبه چون که سطح درآمدش نسبت به آلمان و کشورهای شمالی خیلی کمتره حتی فرانسه این و حتی ایتالیا ولی خب قیمت هم اینجا پایین هستش نسبت به اونجا در همین حد اطلاع دارم من که اینجا به ما به خوش گذشته دوستای خوبی دارم خوب به دادم میرسن حمایت ازم میکنن خوشحالم خوب همه چیز الحمدلله خب دوستان زیاد حرف زدم مذارت میخوام اینو دوستاشم نمیشد با جواب کامنت رو با نوشتن بدم چون به نظرم حق مطلب ادا نمیشد ولی خب دیگه امیدوارم مصمر سمار بوده باشه قربان شما خدا نگهدار